چون علاقه من زیاد بود برای موسیقی ایرانی، در ما یک بار به من پیشنهاد کردن که شما بیان شب ایرانی رو بذارین. کاملا درسته. بله، اون موقع نوشته بود محمد و دوستان، که ما برنامه‌های متعددی داشتیم در شندین سفر سرم، و تا اینکه شما تشریف بردین که برنامه رو هم دیگه بهتر کردیم. بله، فقط خدمت کردم. به هر حال بهتون بگم واقعا یک خسته نباشی بزرگ، بهتون بگم یک پرونده واقعا پر از هنر داره شما آقای طهماسبی، و میدونم که واقعا هموطنان عزیز که الان دارن این برنامه رو میبینن، خیلی هاشون کارهای شما رو دیدن، اینا که جدید اومدن خب به هر حال آشنایی نداشتن، ولی به هر حال از دوستان دیگه شنیدن که چقدر شما زحمت کشیدید برای هنرتون و تونستید واقعا این سازو به کشورهای مختلف نشون بدید. محمد طهماسبی زمانی که 14 سالش بود یا زودتر، چی شد که اصلا تنبک رو انتخاب کردش؟ به هر حال سازهای دیگه هم بودش آقای طهماسبی. من خیلی علاقه من بودم به ساز تنبک. من عروسی موقع که گروه رو دعوت میکردم، من سعی میکردم درست روبروی نوازنده تنبک بشینم که دستاش رو ببینم چی کار میکنه، چون ما محروم بودیم تهران، به دادان نایمده بودیم که اساتید تمام اونجا باشن و بدونیم بریم کلاس. ولی اون موقع اگر من والا اشتباه نکنم، در اون زمان سازای بندری پوستی دیگه هم بوده، شما علاقه به اون چیزا نداشتید؟ نه، اونا هنوز مود نشده بود. هنوز چنان بخواهم راجع بندری هم بگرم، اولین آهنگ بندری که در ایران معروف شد، افتخارش داشتم که خودم تنبک و دیگه اون ضرب عربی رو ما به اشتباه میگیم تمپو دربوکه، بله بله، با اون زدم، اون دخترای آبادانی رو من زدم. بارک الله. کی میخوام موقع با شما؟ آقای شاپور میلانی. شاپور میلانی، بله. من اولین بار اون دخترون صفای کوچیک بود، 45 دور، در حال بنیانگذار ارکستر عربی و موسیقی بندری شما بودید، همکاری میکردم، افتخار داشتم که عضو این گروه باشه. بله جان، اون موقعی که شما شروع کردید از خانواده مخالفت با شما نمیکردن؟ چون مگه مقدار برگردیم به زمان گذشته، یه مقدار در مورد ساز نظر خانواده های مقدار فرق میکرد تا امروز؟ نه، پدرم هم خیلی راحت زندگی رو میدید. روز اولی که گفتم که بابا جون چون شکر نپندو شکر نفتم خرج ما رو میداد، منو بفرسته ایران، میخوام برم هنرستان تحصیل بکنم، موسیقی تحصیل بکنم، که به خاطر فقط تنبک بود. ایشون گفتن خیلی خوب، شما کتاب اساسی مملکت رو خوندین؟ گفتم خیر آقا. کتاب رو بود گذاشته رو، من اینو خوندم، هیچ هنرمندی، مجسم سازی، شاعری، کسی حق نداره شما که دیگه تنبکش میده. تنبکم در ایران که اگه آقای تهران نبود به شما احترام نمیذاشتن. شما میبایستی اگه واقعا میخواید این کار بکنی، یک کاری بکنی که آبرومندانه انجام بشه، یه حالتی باشه که باید از همین الان فقر هنری رو به جون بخری. اگه میتونی این کاری بکنی بفرما، اگه نمیتونی خب برو دنبال شغل دیگه. گفتم من سعی میکنم دنبال این کار برم، و تا الان 100,000 مرده به شکر آبرومند زندگی کردم.